خانم آقایون سلام، در این قسمت افتخار میزبانی از مداح اهل بیت دارم. کسی که امروز لطف کردن در مقابل دوربین ما حاضر بشن، حاج امیر عباسی عزیز هستن. حاج آقا سلام، خیلی مخلصیم. علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله که امیدوارم این چند دقیقه که در خدمت عزیزان زنده باشیم هستیم انشاءالله مفید باشه و مورد رضایت اهل بیت باشه. انشاءالله. سوال اولم و موضوع اولی که دوست دارم بهش اشاره کنم، حالا این روزها تمام دنیا درگیر موضوع کروناست. یه جوری میشه گفت این بلای کرونا. اگر بخوایم به مردم آرامش و قوت قلبی بدیم از چیا میگیم که حداقل این ترسه یکم فروکش کنه، یا اهل بیت رو این موضوعات مباحثی داشتن یا خیر این بلایا؟ خب ببینید، دین ما، دین اسلام، مثلا حالا من قبل از این بحث کرونا میگم، اصلا به عقیده من دینی بوده که رو مسائل بهداشتی خیلی خیلی تاکید داشته. شما یه نمونه همین وضوع و طهارت رو ببینید که ما باید روزی چند وعده بدنمون رو پاک و طیب و طاهر کنیم که بتونیم نماز بخونیم. پس این خودش یه نشونه است که ما دینمون دین ان نظافت و من الایمانه. و اینکه حالا به حال این کرونا هم که اومده، ما فعلا مجبوریم که باهاش زندگی کنیم و چاره ای غیر از این نداریم. امیدوارم که هممون انشاءالله با رعایت مسائل بهداشتی که خودش آموزه های دین ماست و حضرت آقا هم توی صحبت اخیرشون فرمودن که اصلا این رعایت ها خودش انقلابیگریه. یعنی هر کسی که بحث بهداشت و اینجور بحث رو رعایت کنه، این خودش نشونه انقلابیگری. ما فعلا چاره جز سازش و زندگی با این بیماری رو نداریم و امید داریم که با رعایت اینجور مسائل این بیماری رو انشاءالله به لطف خداوند متعال شکست بدیم. آره انشاءالله. حاجی، یکی از بحثایی که حالا تو این چند روز به خصوص با توجه نزدیک شده همون به ماه محرم مطرح شده، حتی یک سری رسانه‌های مانند هم موج سواری کردن روش، بحث برگزاری مراسم‌های عزاداری در محرم هستش. این رو چطور ارزیابی می‌کنی شما؟ خدایش، من می‌خوام به زبون حالا خودم بگم. حالا خیلی من نمیخوام که حالا چون مثلا دوربین اینجاست و تو این نمیدونم مصاحبه، من میخوام یه درد و دلی کنم. خداییش کدوم قشر از همه بیشتر تو این کرونا به مردم یاری کرده؟ من واقعا سوالم اینه دیگه. ببین چقدر تو اون موج اول این بر بچه های هیئتی، بسیجی، نمیدونم مذهبی، چه همین قش، حالا منظورم این قش، چقدر تو این بحث کمک های مومنانه، چقدر ضد عفونی معابر، چه واقعا کار. شما ببینید، همین من یه نمونه شو حالا عرض کنم. ببینید شما خود اقوام محتضرهایی که با کرونا از دنیا رفتن، شون ببین جرئت نمی‌کردن اینا رو برن دفع کنن. بله. یعنی مثلا پسره مثلا میگن
پدرش مثلا از دنیا رفته بود، جرأت نمیکرد اینو بره بهش دست بزنه. این بچه های بسیجی هیئتی اینا میرفته اینا رو قوس میدادن. بعد حالا باز میگذره این دوران، اصلا کلن اصلا تاریخ الان اینجوریه دیگه، باز میگذره کیو کیو کی میشن خیرخواه مردم. این بسیجی های مظلوم و خلاصه بی توقع میشن ظالم و نمیدونم. بابا خب بیاید ببینید دیگه، ببینید چقدر اینا زحمت کشن، یعنی از جونشون مایه گذاشتن. بعد این حالا دور از جون بعضیا، من همه رو نمیگم حقیقتا، ولی اکثر این بازیگر رو فقط نشستم اونجا دارم نمیدونم هم قرقر میکنن، انتقاد میکنن، تیکه میندازن، مسخره میکنن. خب برادر من، خواهر من، اگه خیرخواه مردمی یا علی بیا این وسط میدون. هنوزم رفقای ما دارن کرونایی قوس میدن. شما این نهایت کاری که اینا کردن، من یه بارم تو افق اینا عرض کردم، نهایت کاری که کردن تو اون دوران، تو دوران اوج کن چیز زدن، از این هشتگ زدن که در خانه بمانید. شما کاری دیدی از اینا؟ نه کار مثلا کار مفیدی این من که ندیدم. فقط نهایت دیگه در خانه بمانید و نمیدونم سگ ها رو نه مواظب باشید و از این حرفا که هیچ دردی از جامعه دوا نمی کنه. و حقیقتا قشر هیئتی و مذهبی واقعا خوب عمل کردن و الان هم شما میبینید روز عرفه ما خدایش امتحان خوبی پس دادن هیئت ها. حالا من کاری ندارم به استثناءات، من کاری ندارم، هم تو اون قش هم تو این قش استثناء وجود داره، من دارم کلیت رو میگم. هیئت ها تو عرفه امتحان خوبی پس دادن با رعایت بهداشت، ماسک، نمیدونم ضد عفونی، فاصله گذاری، دعای عرفه رو برگزار کردن. و تو همون برهه جادهای شمال قلقله بود، راه دماوند قلقله بود. این یعنی میخوام به شما عرض کنم که واقعا مظلوم ترین قش همین هیئت ها هستن. یعنی آقایون دیواری کوتاه‌تر از هیئت امام حسین پیدا نمیکنن. بابا خب دیگه چجوری رعایت کنن؟ ما چشم رعایت میکنیم، اصلا ما هم هیچ بحثی نداریم، ولی صحبتمون همینه، همین یه جمله و ختم کلام تو این موضوع. آقا هیئت ها رو سخت گرفتید، چشم، ما حضرت آقا فرمودن اگه شما هم نمیگفتید ما رو چشممون بود، چون امر حضرت آقاست. خب ولی اینکه بابا همه جا رو کنترل کنید، شما ببین صفهای مثلا چه میدونم اجناس مثلا مختلف، هواپیماها پر، جاده های شمال پر، تفریگاه ها پر، پاساژ ها پر. بعد به هیئت ها که میرسن دیگه کل قوانین عالم باید مثلا رعایت و اجرا بشه. این عزم هست.